بچه سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امروز میخواستم در مورد زمستون گذرانی بگم، چون که میدونم سوال زیاده، ولی ما بستگی داره به لوکیشنی که شما هستین. به خاطر همین ما اومدم زودتر این ویدیو رو درست کنم. ما خودمون نم نم برای هر روشی که امروز میگم ویدیو درست میکنیم و نم نم با هم میریم جلو. ولی میخوام یه توضیح تکمیلی بدم برای بچه هایی که امکان داره زمستونا اونجا زودتر بیاد و هوا سردتر بشه، اونا که این کارها رو انجام بدن. بچه ها، زمستون گذرانی چند تا مرحله داره، شما باید طی کنید. من اولین مرحلهش اینه که امروز نمیدونم 22 یا 23 شهریور ماست دقیقا داریم این ویدیو رو میگیریم، امکان داره یکی دو روز جلوتر ویدیو گذاشته بشه. بچه ها، اولین کاری که برای زمستون گذرانی، یعنی آخر فصل تابستون، باید انجام بدین، شما باید عسل ها رو برداشت کنین. بچه ها، اینایی که میگم رو بنویسین که یادتون نره. این مراحل زمستون گذرانی، آماده سازی برای زمستون گذرانی. شما باید اولین کاری که میکنین عسل ها رو برداشت کنین، جا برای تخمریزی برای ملکه باز کنین. یعنی چی؟ یعنی پایین اگه عسل داره، اون قابایی که شفیره توش هم عسل داره هم شفیره، هیچی. بچه ها این دارم اینو میگم، یعنی انتهای توضیحات همه این داستانا رو میخوام کامل براتون بگم که دیگه سوالی براتون پیش نیاد. اگه سوالی هم پیش بیاد بازم کامنت بذارین، دوباره یه ویدیو دیگه براش درست میکنم. شما میای اولین کاری که میکنین عسل ها رو برداشت میکنین. وقتی که عسل رو برداشت میکنین، خب میایین جمعیت رو میبینین چند قابه، مثلا 7 قاب 8 قابه، به اندازه 7 قاب 8 قاب فشرده میکنید. 7 قاب 8 قاب اگه شفیره داشته باشه با عسل، اونا رو بر نمیداریم. اون قاب هایی بر میداریم که فقط عسلن، اونا رو بر میداریم، پوکه دستگاه میزنیم، پوکه رو میذاریم که تخم بریزه. چقدر؟ به اندازه جمعیت. دوباره میگم، به اندازه جمعیت میذارین تا تخم بریزه ملکه. الان 7 قاب 10 قاب 20 قاب هر چقدر هستش. دومی مرحله، شما باید کنه‌کشی بکنید. یعنی اینکه بلافاصله بعد از برداشت عسل شما کنه‌کشی رو فراموش نکنید. کنه‌کشی حتما باید انجام بشه و کنترل کنه‌کشی. سومی، یعنی کنه‌کشی گفتم ها، یعنی که بعد از برداشت عسل حتما کنه‌کشی انجام بشه. سومین روش، سومین متد، حتما شما باید شربت رو شروع کنید به شربت دادن به زنبورها. نگاه کنید برای تخمریزی، اگه هنوز هوای سرد ندارید، شربتی 1:1. اگه هوای سرد داره شروع میشه سمت شما، شربت 2:1 برای ذخیره عسل، برای ذخیره عسل برای زمستون گذرانی و تخمریزی. اگه هواتون مثل ماه، مثلا هوا گرمه، 1:1 میدیم که تخمریزی بیشتر بشه. چهارمین روش، این دیگه چهارمین مرحله، کیک گرده. حتما بعد از شربت باید حتما کیک گرده داده بشه، همراه کیک گرده باید شربت هم داده بشه. یعنی الان باید زنبوردار شکرشو خریده باشه، یعنی شکر باید داشته باشه که به زنبورش بده تا قند مورد نیاز و تغذیه مورد نیاز و غذاسازی مورد نیاز برای لارفا و شفیرها انجام بشه. این هم آخرین روش. آخرین، تا اینجایی گفتم، یعنی باید حتما انجام بدین تا آخر این شهریور و مهر ماه. اگه حجاتون گرمه که باید همینجور ادامه بدین تا جمعیت سازی بشه، زنبور آماده بشه. جانا خیلی مخلصیم. خواستم این آخرش بگم، دوربین اونم داره کم کم شارژش تمام میشه. پس بچه ها یادتون داره این 4 تا مرحله رو حتما باید انجام بدین. از اول میگم، برداشت عسل، فشرده سازی. برداشت عسل با فشارسازی یکیه، جای برای ملکه باز کردن، کنه‌کشی، شربت‌دهی، کیک گرده و دیگه همینا، تا بریم برای مرحله بعدی که آخرین بار هم یه کنه‌کشی هم آخرین بار میکنیم و زمستون گذرانی. خیلی مخلصیم، استفاده کنین، لذت ببرین. دم همگی گرم.